رونالدو همه چیز را باخت. آلرژی رونالدو به اسم مسی کار دستش داد. او را از عربستان اخراج کنید. CR7 خرید فوق جنجالی و سوپر لوکس زرد و آبی های ریاض این روزا تو پایتخت عربستان حال و روز خوشی را سپری نمی کنه و بعد از تجربه اخراج هفتمین سرمربی متوالیش در سه باشگاه و یه تیم ملی، سه‌شنبه شب در دربی سنتی حساس ریاض هم بازنده شد. این باخت النصر برابر الهلال در شرایطی رقم خورد که پیش از این تیم کریس در نبرد مقابل دیگر رقیب سنتی یعنی الاتحاد هم شکست خورده بود. تا پیوستن رونالدو به این تیم حالا زیر علامت سوال بزرگی باشه. ماجرا وقتی طعنه‌آمیزتر میشه که بدونیم زننده ی هر دو گل الهلال هم اودیون ایگالوی بود که در یونایتد ذخیره دوم رونالدو محسوب میشد و آبی‌های عربستان پیش از بازی و با پوستر رسمیشون کوری سنگینی بین اون و رونالدو ایجاد کرده بودن. این اما ماجرای همه باختای رونالدو در ریاض نیست. فوق ستاره پرتغالی در شرایطی اولین تجربه حضور در شهرآورد پایتخت عربستان رو به عنوان بازنده تر کرد که حالا رویای قهرمانی برای اونها کاملا دور از دسترس قرار داره. اما شب تلخ کریس با فن کشتی کچ شماره 7 روی گوستاو کیار، هافبک کلمبیایی الهلال که منجر به دریافت کارت زرد براش شد، رو به تکمیل شدن رفت. کیار که قصد داشت بدنش رو برابر رونالدو ستون کنه، با فن عجیب فوق ستاره پرتغالی به سبک دولف زیگلر با فن زیگزاگ نقشه بر زمین شد. امضای رونالدو اما هنگام خروج از زمین به طرف هواداران الهلال پای این مسابقه نشست. کریس که حین خروج با تشویق ممتد لیونل مسی توسط هواداران الهلال مواجه شده بود و پیش از اینم از این اتفاق به شدت عصبانی می شد، با گرفتن دستش روی بخش خاصی از بدن حرکت غیر اخلاقی انجام داد که رسانه های سعودی از شب گذشته به شدت از دارنده 5 توپ طلا به خاطر این اقدام عجیب انتقاد کردند. سعید بن حفید خبرنگار عربستانی نوشت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باید اشد مجازات رو برای رونالدو به خاطر این اقدام غیر اخلاقی صادر کنه. از یاد نبریم حسن کیتا بازیکن الاتحاد پیش از این چنین حرکتی رو انجام داده بود که از لیگ عربستان اخراج شد.